در هفته‌های اخیر تعدادی از نوجوانان بازداشت شده در تظاهرات بعد از آزادی از زندان دست به خودکشی زدند. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند مستنداتی در اختیار دارند که حکایت از حجم بالای فشار، اذیت و شکنجه روانی، توهین و تحقیر و آزار جنسی از جمله تجاوز به دختران و پسران بازداشتی دارد و این امر موجب شده که بعضی از بازداشتی‌ها پس از آزادی دست به خودکشی بزنند. در این قسمت از برنامه خانم میترا بابک، متخصص روانکاوی از لندن، مهمان ما هستند. با سلام، خوش آمدید خانم بابک. روز گرم تقدیم شما. لذت بردم از اخبارتون واقعا و جای تأسف و خوشحالی هر دو. ممنونم از اخبار خیلی خوبتون. مرسی خانم بابک. تعامل درست پدرها و مادرهای این نوجوانها با شرایط ویژه روحی کودکان و نوجوانان چی باید باشه؟ چه مراقبت‌های ویژه‌ای برای آگاهی و برای جلوگیری از خودکشی کودکان ضروریه؟ اولا باید ببینیم که چه اتفاقی برای این بچه‌ها میفته. کودک و نوجوان ما داریم که تجربه نداره. ترس و وحشت و استراب بسیار روش خیلی بیشتره، برای اینکه تجربه و قدرت و کشش و توانایی این همه تحقیر به خصوص شکنجه و به خصوص تجاوز جنسی رو نداره. به همین دلیل ضربه های روحی خیلی خیلی عمیق‌تری ممکنه از بالغ بخوره. اینجاست که پدر مادر رو باید بسیار بسیار هوشیار باشن. پست تروماتیک استرس دیسوردر، یا من بهش میگم وحشت بعد از حادثه، این بچهای معصوم وحشت بعد از حادثه پیدا میکنن، برای اینکه نه فقط تحقیر شدن بلکه به صورت وحشیانه اینا بهشون تجاوز شده. به دختر و پسر اینا تجاوز جنسی میکنن، در کنارش تجاوز روانی و تجاوز جسمی. و وقتی این بچه‌ها آزاد میشن، چون تمام هدف اینا اینه که اون هویت شورشی و هویت انقلابی رو ازشون بگیرن و له شده تحویلشون بدن، هدف جمهوری اسلامی و هدف دیکتاتور اینه. به همین دلیل وقتی این بچه‌های معصوم آزاد میشن، طبیعتاً اون وحشت بعد از حادثه، اون ترومایی که تبدیل شده به یک وحشت خیلی غیر قابل تحمل باهاشون همراه هست، وارد یک سوگواری میشن. حواسمون باشه این سوگواری بسیار براشون دردناکه، و اگر پدر مادر حواسشون خیلی خیلی زیاد جمع نباشه، این بچه‌ها فلش بک میگیرن، چون وحشت بعد از حادثه دائما فلش بک داره، هی خاطره برمیگرده، لحظه ها برمیگرده. باید خیلی باهاشون آروم رفتار بکنن. اولا بدونن وحشت بعد از حادثه چه اتفاقی میفته برای اون فرد، این اطلاعاتو داشته باشن، و بعد در کنارش باید بسیار آرام و بسیار مهربون باشن با بچه‌هاشون. درسته که پدر مادر رو از نظر فرهنگی غیر قابل تحمله که به بچه‌شون تجاوز شده، ولی اون بچه‌ای که قربانیه بسیار از این مسئله رنج برده، ولی پدر مادرها هستن که با آرامشی که به خودشون میدن و آگاهی که از این اتفاق دارن که چه بلایی سر این بچه‌هاشون اومده، این آگاهی با اینکه اذیتشون میکنه ولی آرومترشون میکنه که برخورد مناسبی باشون بکنن. مثلا بسیاری از این کودکان و نوجوانان هم ممکنه اون چرا که تو زندان‌ها بهشون گذشته تقصیر خودشون بدونن و احساس گناه و شرمساری کنن. با این گونه احساسات چگونه باید برخورد بشه؟ خیلی سوال خوبی کردیم. ببین وقتی میگم وارد یک سوگواری میشن، دقیقا سوگواری مرحله اول شوکه، و بعد مرحله دوم و سوم، البته افراد متفاوتن با هم دیگه، یک مرحله تقصیر و احساس گناه و کثیفی و نجسیه. این احساس بسیار دردناکیه، احساس پشیمونی که دقیقا دیکتاتور همینو میخواد، احساس این که آیا تقصیر من بود. رفتارهایی که با دخترها به خصوص میشه سایکولوژیکلی طوری باهاشون، یا حتی با پسرها، میدونی که بچهای دهه 80 بسیار خوش چهره و خوش تیپ و خوش رو هستن، و با اینا با اون اولا بسیار عقده دارن، به همین دلیل باهاشون بدرفتاری تر میکنن، و بعد به خاطر اینکه زیبایی این عزیزای ما رو هم له بکنن، از طریق گرفتن اعتماد به نفس اونا و در کنارش احساس گناه دادن. خب چطور پدر مادرها باید با این مسئله روبرو بشن؟ چه کار کنن که این آرامش بر بچه این احساس گناه رو برطرف کنن؟ تمنای من اولا که بچه‌ها رو در آغوش بگیرن، بگن اصلا تقصیر تو نبود، بهت افتخار میکنی. این کلمه افتخار یکی از کلیدی ترین حرف کلمه‌ای که بچه‌ها باید بشنون.
وقتی پدر یا برای مادر و اطرافیان بهشون میگن بهت افتخار میکنیم، این بچه قدرت میگیره، اون احساس گناه، اون احساس تقصیرش بسیار کمرنگتر میشه. در کنارش باید حتما با روانکاو خیلی خوب حتما باید در ارتباط باشن، یعنی سریع باید با بچه ها در ارتباط باشن روانکاو. من حاضرم با خود من تماس بگیرید، اصلا احتیاج نیست که یک پنس شما پرداخت کنید، من میتونم باهاشون صحبت کنم. این ارتباط روانشناس روانکاو با بچه ها میتونه بسیار موثر باشه. حرف آخر خیلی مهمه، اگر ممکنه یک گروپ تراپی براشون درست بکنن، بچه‌هایی که آزاد شدن در کنار یک روانکاو خوب گروپ تراپی. بسیار سپاسگزارم وقت ما زیقه، با سپاس از خانم میترو بابک.